المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه در أيام حكومة مباركشون در سال، در طول سال فقط یک روز گوشت می خوردن و اون روز عید اضحا بود. این در ایام حکومتشون بوده. در غیر ایام حکومت امیرالمؤمنین این نقل نشده. چرا؟ بزرگان فرمودن که سببش این است که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ایام حکومتشون به عنوان رئیس مسلمین، به عنوان حاکم اسلامی، به عنوان امام مسلمین باید جوری زندگی شخصیشون باشه که ضعیفترین مردمی که در حکومتشون زندگی میکنن اونجور باشد. همینچنین در تاریخ امیرالمؤمنین وارد شده که در ایام اون حکومتشون یه بار صدای گوشت سرخ کرده شنیدن، چون گوشت را در روغن که سرخ بکنن این صدا داره. تو کتب حدیث و کتب تاریخ وارد شده که امیرالمؤمنین یه بار در داخل منزلشون صدای سرخ شدن گوشت شتر را شنیدن. در روایت اینجور داره امیرالمؤمنین برخاستن. یعنی این قصه، این سرخ شدن گوشت تو خانه امیرالمؤمنین یه چیز بی سابقه ای بوده، یه چیز غریبی بوده. تو خانه علی بن ابی طالب گوشت سرخ بشه، چرا غریب بوده؟ چون امیرالمؤمنین اون روز رئیس مسلمین بودن. آیا اون روز تو خونه های تمام مسلمین و غیر مسلمینی که تحت حکومت امیرالمؤمنین زندگی میکنن گوشت سرخ میشد؟ نه، معلوم نبوده که همه جا باشه. پس چطور تو خونه امیرالمؤمنین گوشت سرخ بشه؟ روایت داره امیرالمؤمنین برخاستن و آشفته عرض کردن یا امیرالمؤمنین این گوشت ارتباطی به شخص شما نداره، از جانب شما نیست، این از پول بیت المال کسی این گوشت را نخریده و آورده باشه، بلکه فلان زوجه شما بستگانش یک جزور، یه بچه شتر نحر کردن و از گوشت اون بچه شتر برای زوجه شما که رحمشون هست یه قدری فرستادن. اما خود امیرالمؤمنین نه، خودشون که نمیخوردن از بیت المال هم بر نمیداشتن اینجور تصرفا رو بکنن. این امام المسلمینه، رئیس المسلمین این نه است که باید از او یاد بگیرند.